عباس امیرانتظام سخنگوی دولت مهندس بازرگان دولت موقت، یکی از اعضای جبهه ملی، در اثر ایست قلبی درگذشت. او بارها از مقام‌های قضایی خواسته بود که در دادگاه عادلانه به شکل علنی محاکمه‌اش کنند تا بیگناهی یا گناهکار بودنش بر همگان آشکار شود، اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هرگز به این خواسته تن نداد و در مقابل زمانی که امیرانتظام در حبس بود از او می‌خواستند درخواست عفو یا آزادی مشروط بکند که این خواسته نیز هیچ وقت مورد قبول امیرانتظام واقع نشد. این روزها دیده می‌شود که بسیاری از اصلاح طلبان و بسیاری از افراد در جمهوری اسلامی می‌گویند که در باره امیرانتظام جفا و ظلم شده است. نظر شما رو بشنوید. خب مسلمه که در اون جنایتی بود واقعا که اون کار رو که انجام دادن فقط جرم این آدم این بود که میدونید که پیشنویسی بود، خود خمینی این رو گویا پاراف کرده بود، امضا کرده بود، حتی اون پیشنویس قانون اساسی رو تهیه کرده بودند و اینها. بعدن یه کودتایی کردن وقتی دیدن چه دیگه قضیه چرخیده و اینها و حالا در موضع قدرت هستن، اومدن که به اصطلاح مجلس مؤسسان را به مجلس خبرگان تبدیل بکنند و به اصطلاح ولایت فقیه و این داستانها را هم بیارند و اینها دیگه، که همه رو غافلگیر کردن. خیلی از اونهایی رو که در از جمله خود مهندس بازرگان، همین آقای امیرانتظام و خیلی آقای دیگر رو، حتی آقای طالقانی فلان یادتون باشه، اصلا همه غافلگیر شدن. آقای بنی صدر اون موقع مثلا هنوز به اصلاح چی نبود ولی جزء مجلس به اصلاح خبرگان بود. یا بعد همه اینها رو که به اصلاح چی کردن، کودتا بود، خیلی روشن یه کودتایی که طبیعی بودم که اینا به قدرت برسن این کار رو میکنن. همیشه اسلامی ها از یه نه تنها هم اختصاصی به اسلامی ها نداره، ولی اسلامی ها خیلی روشنه اون چیزی رو که دارند یک نیروی خطرناکی هستن. یعنی کسانی که بخوان یک سلسله قوانین عهد بوقی رو، یک سلسله قوانین رو که میگن به آسمان وصله و اون رو به اصطلاح به اجرا بذارم، به اصطلاح جریان خطرناکی هم دیگه. همین که مثلا در همین کشورهای اروپایی ها میگن که مثلا یک حزب نازی، نئونازی، نمیدونم خطرناک فلان، راست افراطی و اینا که میگید، مثلا فرون ناسیونال مثلا فرانسه رو، یا مثلا به اصطلاح چی هستش این ADF چیزه، به اصطلاح چیزه، AFD چیزه، آلمان رو فلان رو که میخواهید مثلا چی بکنید، مثلا میگن اینا خطرناکند و فلان و اینها. واقعیت اینه که چه خطرناکند؟ اینا یه چیزهایی میگن که تهش اینه که فرانسه بالاتر از همه، یا آلمان باید یه کشور خالص فلان باشه، مثلا بایستی مثلا بیگانه ها اونایی که خون آلمانی ندارن در اونجا نباشند و الی آخر دیگه. مثلا همین الان در مجارستان هست، در اتریش همین نازی ها اومدن و فلان. اینجا میبینید که خیلی روشنه اینها گفته میبینید پدیده خطرناکه. من نمیگم که بایستی اینها ممنوع بشن، چون خود ممنوعیت اینها بر یه سلسله مسائلی میاره که من نمیخوام اینجا بحث بکنیم. ولی واقعیت اینه که اسلامی ها هر جا بیان، اسلامی هایی که در واقع یه حزب اسلامی تفکیک دین از دولت رو قبول ندارن، پدیده خطرناکه. یعنی یه اگر هم صراحتا نگن به اصطلاح چیز فاشیستی، یه چیز شبه فاشیستی هستن و یه مقدارم ارفاق میشه. مثلا وقتی راجع به فاشیسم گفته میشه، چون فاشیسم در غرب رسوا شده، مثلا میگه آب نه بابا اینها فاشیست نیستن و فلان. والا خمینی در مقایسه با هیتلر فاشیست تر بود. یعنی اون چیزهایی که خمینی میخواست اجرا بکنه، یا همین الان امام خامنه ای میخواد اجرا بکنه، اون دولت اسلامی که میگه هنوز تشکیل نشده قرار تشکیل بشه فلانا، اونها واقعا از به اصطلاح اون مدینه فاضله هیتلر که در نبرد من گفته هولناکتر هستن. اینا اصلا یعنی درش تردیدی نیست اصلا. همون چیز داعش شیعه میشه دیگه. داعش مگه در مقایسه با هیتلر و فلان مثلا چیز مرغوبتریه؟ والا خطرناکتره. بنابراین اینه که اینها در همه جای پروژه های به اصطلاح پنهانی زیر لاف زیر دوشتشون همیشه یه پروژه های مخفی دارن با اینا. بنابراین اینه که
خمینی چنین چیزهایی رو داشت. اینها این آدم جرمش این بود که امضا جمع کردن که ما بیاییم جلو این رو بگیریم و بگیم که دولت موقت مداخله کنه، بگیم که از حدود اختیاراتتون فراتر رفتهید، که خمینی زد اینها رو و بعضا که خام بازرگان هم در آنچ این رو نجات بده به اصلاح فرستاد به سوئد و اینها به عنوان سفیر و اینها که بلکه نجاتش بدن. بعدا کلک زدند و با امضای توی که میگن خود امیر انتظام گفته دیگه در زندان گویا با امضای صادق قطب صادق که اون موقع وزیر خارجه شده بود ترا خواندنش و بعد معلومه که در زندان اون قطب صادق به این گفت نه والله من اصلا نبودم، همین خرازی بوده که به جای من امضا کرده اون رو فلان. به هر حال آوردنش و اون دادگاه رو تشکیل دادند و اینا یه مسئله ای که به اصطلاح بعدن هم در واقع شکنجه فلان به ما مثلا 20 سال زندان کشید، دو دهه در واقع 15 سال کامل کشید، بعد از اون مونده بودن که چه کار بکنن و فکر میکردن که حتما اینو وادار میکنن یک سلسله به اصطلاح اعترافای آنچنانی میکنه و این نکرد و وایستاد. از این نظر یه چهره واقعا در خور احترامیه که بایستی بهش به اصطلاح احترام گذاشت و در واقع به عنوان یکی از قربانیان استبداد جمهوری اسلامی ازش همیشه یاد کرد و از مقاومتهاش ستایش کرد و ضمناً بایستی از اونهایی که در واقع در این جنایت شرکت کرده بودن واقعا لااقل گفته بشه شما این کارا را کردید. از جمله این به اصطلاح کسانی که امروز خودشون رو اصلاح طلب میدونن، آزادی خواه میدونن، نمیدونم فلان به امان، که البته نیستن. مثلا عباس عبدی حتی در این آخرها که به اصطلاح در مصاحبه های همین امیر انتظام گفت که من اصلا مثلا این عبدی فلان بوده بهمان بوده، گفت که من به نظرم آره زیاد بود اون زندان، این جرمی کرده بود باید زندانش رو میچشید و فلان و اینها. در واقع این ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که این چیزهایی رو اسنادی رو در آورده بودند و فلان و اینها که این رفته با مثلا آمریکایی‌ها صحبت کرده فلان. مثلا گویا در با آمریکایی‌ها وقتی آدم صحبت میکنه اگر خوشو بش بکنه حتما جاسوسه دیگه با چیزهای ویلا. ضمناً اینو بگم که اینا صراحتا هنوزم کنوزه اینا نمیگن که ما به هر حال این کارا رو کردیم. همین دانشجویان خط امام در انداختن مردم ایران به این مهلکه نقش بزرگی داشتن. این فاشیسم رو اینها در واقع پیاده کردن. اشغال سفارت آمریکا که خمینی گفت این انقلاب دوم بود و مهمتر از انقلاب اول، این دانشجویان بعدن خود اینها رو هم خمینی کنار گذاشت و در واقع سوار شد بر موز. یه بار اون اصغرزاده گفته بود یه میگفت که ما فکر میکردیم که مثلا اشغال کردیم سفارت رو، دو سه هفته بعد مثلا خب ول میشه دیگه فلان. رفته بودن اینا پیش خمینی، خمینی گفته نه هنوز کار دارم، من باید اون کارها رو انجام بدم بعدن اینا رو. یعنی دیدید که بیشتر از یه سال و نیم نگه داشتن و اینا. خیلی از مسائل امروز ما که با آمریکایی ها در واقع در داخل آمریکا اون جریان های به اصطلاح ارتجاعی به اصطلاح آمریکا اصلا گیر کرد دادن به ایران و اینها که باید بینی اینها را به خاک مالید و در واقع بینی آخوندارا که فعلا به خاک نتونستن به مالا، مردم ایران رو در واقع زیر فشار قرار میدن. حتی ترامپ از تروریست نیشن صحبت میکنه و اینها نتیجه همون به اصطلاح انقلاب دوم بود دیگه، که واقعیت اینه که در همون موقع به اینها بیشتر از 18 میلیارد دلار پول ایران رو برباد دادن در اون ماجرای به اصطلاح همون مسئله به اصطلاح چیز دیگه سفارت و اینها. این یعنی خیلی هزینه بزرگی برداشت برای ایران که یه چیز به اصطلاح وحشتناکی بود. اصلا این به نظر من اصلا بایستی واقعا این هیچ وقت فراموشمون نشه. و این گناهش چی بود؟ گناهش این بود که مثلا رفته با آمریکایی‌ها صحبت کرده فلان کرده بهمان، حالا مثلا شاید تو آمریکا هم تحصیل کرده بوده، خوشو بشم کرده فلان کرده بهمان کرده. دیدید یه خامنه‌ای میگفت که مثلا ظریف در ژنو با کری به اصطلاح راه رفتن، این در سایت خامنه‌ای زدن که اینها پاها اینها رو در اون خیابان‌های ژنو، یعنی همکاری با شیطان بزرگ فلان. خودتون فرستادید مرد که خودت اصلا
زهر و نوشیدی و فرستادی که این بابا رو مذاکره کنه، که کاری نیست. بعدا هر چم که میگه باید بفرسته به تو تایید کنی. من تو اون حقه بازی ها رو میخوام بگم که نه اصلا باید آدم راه هم نره باش، مثلا خنده و فلان هم در کار نباشه. دیدید دیگه مثلا چی هستش. ماجرا اینه که این چیزهای عوام فریبانه و واقعا تهوع آور بوده و من میخوام که اینو ضمناً گسترش بدم به اونهایی که ما چپ هم در اون موقع خیلی هم. البته من دقیقاً سوال من همین بود بله که شما بهش میپردازید. خیلی خوشحالم. خب ببینید خیلی مهمه که ماها هم چه کار کردیم. مثلا ببینید راه کارگر از اونهایی بود که از اول یا حتی قبل از اینکه نشریه راهکارگر در بیاد، راهکارگر اعلامیه داد که سفارت آمریکا اشغالش در واقع کودتاست. نه اینکه از سفارت آمریکا دفاع بکنه فلان بچه، نه نباید میگرفتید، گفت ها این حقه بازیه برای چه مثلا فلان بکنند و اینا. یعنی ما از اول معتقد بودیم اینها یه چیز فاشیستی هستند و فلان و اینم علنی میگفتیم و اینها. منتها همین ماجرای امیر انتظام و خیلی های دیگه ما انتقاد کردیم یا نه؟ نکردیم متاسفانه. یعنی من خودم رو میگم، حالا دیگران رو ول کنید، نشریه راهکارگر در واقع من سردبیرش بودم اون موقعی که در ایران در میومد و فلان. مثلا در نشریه کارگر همین مهاجمات امیر انتظام ما آیا گفتیم مثلا از این آدم دفاع کردیم؟ نکردیم. چرا؟ اولا که این که برامون اصلا چی بود که شاید هم مثلا آره جاسوس فلانه، حتی یادم نیست، حالا ممکنه اشتباهی چیز باشه، چه در اون مطلبی هم راجع به این مهاجمات هم من یادم میاد نوشته شده در اون مجله روزنامه هفته نامه راهکارگر در اون سالها، و در اونجا هم تا اونجا که یادمه ما جاسوسیه این رو به اصلا رد نکرده ایم. علتش چه هستش؟ در مورد خیلی چیزها مشکوک می شدیم فلان بهمان، چون لیبرال بودن اونم. واقعا اینا چقدر لیبرال بودن اونم خودش ماجراست اصلا. مثلا بازرگان لیبرال بود و فلان. ما واقعا بازرگان رو راهکارگر یکی از جریان‌های بود که خمینی رو خطرناکتر از بازرگان می دونست. ولی همون سالها مثلا در واقع کسی که با ما هم عقیده نیست باید فلان باشه. در تمام نشریات ما زندانی به اصطلاح انقلابی باید آزاد گرده، غیر انقلابی ها چطور؟ نه. خب اینها من خودم رو میگم، این که من اگر سردبیر نشریه بودم که اطاعت میکردم اون نشریه رو فلان و بهمان رو و چنین چیزهایی در اومده، خب بایستی من بگم حالا یه چیزی، یه سوزنی به خود بزن تا بتونی جالدوزی به دیگران بزنی. وقتی من میگم عباس عبدی فلان کرد و دیگران فلان بهمان کردم، خب ما خودمون هم مثلا همین چپهای چیز همین الان هم خیلی از این هستن که مثلا راجب بهایی اعلامیه بدیم یا نه. میگه نه مذهب فلان بهمان. خب مذهب باشه، مگه مردم رو به خاطر اعتقادات مذهبیشون باید بگیرن با اینها؟ یا مثلا طرف مثلا رفته با آمریکایی مذاکره، با آمریکا نباید مذاکره کرد و فلان، نه با چرا نباید مذاکره کرد و اینها؟ این حماقت محض چنین چیزهایی امکان نداره. این ربطی نداره به این که شما با یه دولتی قدرت امپریالیستی دوست هستید یا مخالف هستید فلان. اینها میتونه آدم مخالفتهاش و حتی مبارزاتش رو ادامه بده، ولی یه سلسله مسائل هست که باید اونها رعایت بشه. قبل از هر چیز در هر حال همه انسانها حق دارن که ازشون دفاع بشه و حق دارن تا زمانی که در واقع اون اصل براءت که در حقوق میگن واقعا از نظر اخلاقی هم این بسیار بسیار حیاتیه، کسی تا با دلایل روشن گناهش ثابت نشده بی گناه باید تلقی بشه. خب ماها اصلا چنین چیزی رو قائل نبودیم. امروز من معتقدم وقتی که میگم امروز ایرانی ها در مقایسه با ماها خیلی پیشرفت کرده هم، واقعا به این چیزها نظر دارم که مثلا جوانان امروز ایران به این سادگی نمیپذیرن این رو. من از این خیلی خوشم میاد، نمیگم همه جوانان ایران، ولی خب الحمدلله که تعدادشون بیشتر شده و ایرانی ها این کور راه های تفکیک رو به قول احمد شاملو حالا میشناسند و اینا چیز دستاورد بزرگه. ما هم باید بگیم که ما هم در این ماجرا، در این که امیر انتظام رو مثلا
لااقل لااقل در بهترین حالت نادیده گرفتیم اصلا چنین چیزی رو، خب باید سهیم باشه دیگه در نظر خیلی های دیگر رو، حتی مثلا جنرال های شاه رو نمیدونم فلان رو که گرفتن و اون طوری در اون مدرسه علوی کشتن و فلان، ما باید اعتراض میکردیم یا نمیکردیم؟ بله باید میکردیم، حتما باید میکردیم. من چه معمولا اینطوری میشه که من اینو در یه مقاله که رفیق عزیزم پرویز هریچخانی آرش رو که در بیاد یا یکی از شماره های آخر اون در رابطه با این سرکوب های جمهوری اسلامی بود و اینا، اونجا نوشتم یه چنین مقاله ای رو. واقعیت اینه که در سرکوب ها رو خیلی ها میگن از سال 60 به بعد شروع شد، و حالا که اون سرکوب هایی که قبل از سال 60 در واقع صورت گرفت بسیار خشن بودن. مثلا یکی از چیزهایی که شهرنو رو یادتون باشه آتیش زدن دید، اصلا کسی از فاحش ها یعنی مظلوم ترین زنانی که در واقع از هر جهت زیر دست و پا مونده بود کسی حاضر نشد دفاع بکنه. ما چپ ها چطور که پروتاری آفرام نه اصلا چیز اخلاق، ما با آدم های با اخلاقی بودیم و فلان. خب باید شرمنده باشیم از این گذشته. به قول کارل مارکس شرم احساس انقلابی است، دیگران ممکنه شرمنده نباشن ولی ما حتما باید شرمنده باشیم اگه خودمون رو انقلابی میدونیم. سالگونی در حد وقتمون و کوتاه میخوام از شما خواهش بکنم که خب کدام زمینه ها و کدام عوامل باعث شد که چپ که خودش رو مدافع آحاد جامعه میدونه دچار این خطاها بشه؟ به نظر من خطا نبود. مسئله اصلا در سیستم چپ آزادی و دموکراسی جای مهمی نداشت. البته دموکراسی میگفتیم، مثلا توجه داشته باشید که کمونیست‌ها یه چیزی رو به وجود آوردن به نام جمهوری های خلق دموکراتیک خلق، مثلا جمهوری دموکراتیک خلق کره، همین کره شمالی، یا جمهوری دموکراتیک نمیدونم فلان، یادتون هست دیگه همینا بودن. این دموکراسی اونجا معناش یعنی نه دموکراسی، توجه داشته باشید. الان کلمه دموکراسی رو چپ به کار می برد معناش اینه که ما میاییم، یعنی فرقش با اون جمهوری های دیگه چه هست؟ یکی جمهوری دموکراتیک داشتیم، یکی جمهوری داشتیم. اون جمهوری دموکراتیک چیه؟ که یعنی که ماها سرخها در اون غلبه داشتن، نمیذاشتن طرف نفس بکشه. از مثلا نمونه بگم، مثلا ویتنام اسلامی شمالی واقعا قهرمانانه مبارزه کردن برای استقلالشون از فرانسه، بعدا قهرمانانه مبارزه کردن ویتنامی ها برای رهایی از چنگال اون دولت های دست نشانده آمریکا و فلان و اینا، که درش همه ماها مدیونشون هستیم که چقدر الهام گرفتیم برشون فلان و اینا. اونا بعد از میده که یه جبهه آزادی بخش ویتنام جنوبی وجود داشت که 15-16 تا حزب بود، بعد از این که ویتنام پیروز شد در جنوب در واقع همه اون چیزها را اراذل و اوباش را ریختن بیرون، گرفتند و فلان، شکست خورد و آمریکایی‌ها فرار کردند و اینها، از اون احزاب دیگه خبری هست یا نه؟ خیلی هاشون در اون کشتگاه هایی که آواره شدن روی دریاها که فرار کردن به تایلند و فیلیپین و فلان، در واقع در رفتن رهبرهاشون. یعنی خوبه که به یاد داشته باشیم. و به نظر من در سیستمی که این ربطی به مارکس و فلان و سوسیالیسم نداره، سوسیالیسم این نیست، سوسیالیسمی که ما گرفته بودیم و بهش بلاکی میکردیم، نه همه سوسیالیست هایی انصافا بودن، سوسیالیست هایی که همون موقع، کمونیست هایی که همون موقع مثلا به دموکراسی اعتقاد داشتن، مثلا از لازم نیست راه دوری بریم، مثلا وحدت کمونیستی همون موقع مثلا به دموکراسی اعتقاد داشته انصافا، ولی ما مثلا من که به راهگاهی تعلق داشتم و دارم و اینا، ماها اونطوری برامون اصلا چی نبود، اصلا مسئله ایمون نبود. دقت بکنید، دموکراسی میگفتیم، ولی یعنی در واقع اگر رهایی آزادی، یعنی آزادی از این دیگران، یعنی ما به قدرت برسیم که نه همه آزادن دیگه، اصلا معلومه که مردم همین رو میخوان، من خود مردم چه میخوان نسوبلی نه، یعنی این در سیستمی بود که باید با آن خداحافظی بشه، تسلیه حساب فکری بشه،
جریان‌های مختلف هستن. خیلی ممکنه بگن نه ما نبودیم، فلان بوده، حزب توده بوده. واقعیت اینه که الگوی حزب دولت‌ها که در واقع در شوروی شکل گرفت، حتی در زمان خود لرین، در واقع لرین خودش در شکل دادن به این نقشی داشت انصافا، ولی بعدا در واقع میخش قشنگ کوبیده شد در دوره استالین و فلان. مدلی که در همه جا اونجایی که اردوی سوسیالیستی به وجود اومد، از روسیه و چین و ویتنام و کوبا و فلان، در همه اونها یک به اصطلاح چیزهای دولت، حزب دولت ها بودن دیگه. یک حزبی میومد به اصطلاح نماینده مردم میشد و بالا میرفت دیگه، پایین نمیومد و همه چیز رو همون تعیین میکرد و فلان. خب معلومه که پولپوت قابل مقایسه نیست با اون مثلا چیزی که فیدل کاسترو درست کرده بود. انصافا مثلا فیدل کاسترو اینطوری نبود، ولی خب به هر حال اونجا هم آزادی نیست، اینو نمیشه منکر هم که. بنابراین اینه که بایستی قشنگ با این ماجرا تسویه حساب بکنیم. مگه این کار رو نکنیم، همین که یاوه‌گویی بله ما ال بودیم، بل بودیم، هی به خودمون مدال بدیم، افتخارات رو بنازیم. این بازم تکرار میکنم، مارکس اشتباه رو متوجه شدن و خوبه و صریح گفتن و باهاش تسویه حساب کردن لازم و ضروریه، مخصوصا برای کسی که خودش رو واقعا کمونیست میدونه، سوسیالیست میدونه، مارکسیست میدونه. اون جمله مارکس رو باز تکرار میکنم، شرم احساسی است انقلابی. شرمنده کسانی میشن که اصلا انقلابی هستن، کسانی که بیشتر هر روز هم از این کارا خواهند کرد. امیدوارم که توی یه برنامه دیگه بیشتر به این موضوع بپردازیم. بفرمایید. در همین دو هفته گذشته هم شاهد درگذشت علی اصغر حاجی‌سید جوادی هستیم به عنوان یک فعال سیاسی، حقوقدان، نویسنده و روزنامه‌نگار. در مورد علی اصغر حاجی‌سید جوادی هم نظر شما رو بشنویم. خب حاجی‌سید جوادی هم انصافا از اون نویسندگانی بود که ملی بود، مصدقی بود، از پیری قاطه در راه دموکراسی، در دموکراسی که خودش رو میفهمیدند و اینها دیگه. ولی به هر حال یک هر چیزی ما قدیم میگفتیم لیبرال، هر چیز که دموکراسی به اون معنا میگفت میگفتیم لیبرال. حاجی‌سید جوادی هم خیلی از اونهایی بود که جبهه ملی، مصدق و بقیه چیزها رو تایید میکرد و اینها. یه آدمی بود که تا آخر هم به ازای روزنامه نویس و نویسنده و فعالی بود که همیشه بر اون خط خودش استوار موند و اینها، و تا آخرش هم انصافا وایستاد و اینها. این آدمیه که در خور احترام زندگیات باید ازش به خوبی یاد بشه، احترام بذاریم و بزرگش بداریم اینها رو، و مدیون هستیم به اینها همه ایمون. البته توجه داشته باشیم که خوبه که زندن به یاد بیاریم که مثلا همین حاجی‌سید جوادی که شجاعانه در مقابل شاه وایستاد و اینها، تو اون نامه رو نوشت به شاه و اینها که هشدار داد و اینها که صداهایی رو میشنویم و اینها و اینها که در واقع تقش در اومده و اینها سلطنت و اینها، هنوز به بحرانهای بزرگ چیز شروع نشده بود انقلابی، این و نامش خیلی شجاعانه بود دیگه انسان. ولی در واقع توهمی داشت به خمینی، این توهم رو همچین میکرد و ستایش هم میکرد و فنان انصافا خودش هم بعدها چی نمیشد، منچه نمیشد. ولی خیلی از این واقعیت نه که تنها چپان نیستن، واقعیت نه که خیلی از لیبرال های ما هم مثلا به چیز اعتقادی نداشتیم، یا در واقع اون توی حساسیت به دموکراسی نداشتیم. مثلا دقیق میدونم که مثلا حاجی‌سید جوادی آدمی که آدم فاضلی بود و آدمی بود که مثلا با ادبیات مذهبی و فلان آشنایی داشته و فلان، مثلا ندونه که خمینی در عراق مثلا یک کتابی نوشته، یک جزوه نوشته، و یا قبل از اون نوشتن اون صحبت ها مثلا در کتاب البیش یه چیزی به نام ولایت فقیه آورده و اینها شنیده بودیم دیگه همه فلان و اینها. یعنی در واقع یک بدعت بزرگ، یک تجدید نظر بزرگی در نظریه حکومتی شیعه به وجود آورده بود خمینی، که چیز وحشتناکی بودیم در واقع. بنابراین اینه که در واقع میگفت روحانیت باید حکومت کنه، این که امروز گرفتارش هستیم دیگه، همون که به داعش شیعی باید گفت و جلوتر از داعش رو نمیدونم اونهایی که سنی های به اصلاح سلفی که بعدن اومدن که خودشون حکومت کنن، شریعت رو پیاده کنن و فلان. این از کله یکی از ارتجاعی ترین آخوندهای ما که همین خمینی بود بیرون اومد دیگه. این آخوندن قبلا میشناختیم، همین مثلا این کشف الاسرار نوشته بود و فلان کرده بود و اینها،
بعد در حال خمینی مثلا هانس سید جوادی اینا از این ستایش کرده بودن، مثل اصلا یا آدم دیگریه فلان. یعنی در گول خوردن از خمینی بی اعتقادی، عدم حساسیت همه ما، پیشروان روشن فکران ما، همه اونهایی که مسنتر از ما بودن، اونهایی که جوانتر از ما بودن، اونهایی که چپ بودن، اونهایی که لیبرال بودن، اونهایی که نمیدونم ملی بودن و فلان، همه نقش داشتن. همون از دکتر سنجابی من اسم بردم دیگه، آدم بسیار نازنینی بود، استاد من بود. ولی یادم هستش که ببخشید طرف شما رو قطع میکنم، که خب حاج سید جوادی هم جز کسایی بود که در همون اگر اشتباه نکنم واقعا ماهای یا حدود 6 ماه اول انقلاب یه مطلب، یه مقاله ای رو منتشر کرد به با نام صدای پای فاشیزم. البته اون 6 ماه اول نبود، اون سال 59 بود که اون صدای پای فاشیزم. اونم خیلی شجاعانه بود انصافا، اونم باید از اون آدم یادش یاد بیاره که خیلی چیز شجاعانه ای بود و به خاطر این هم مغزوب قرار گرفت و بعدها هم که بعد از ماجراهای دیگه ناگزیر شد فرار کنه از ایران و اینها و تا آخر هم به اصطلاح منتقد باقی موند و قشنگ یعنی سرراست و اینها این چیزها رو گفت و نوشت و روی خط خودش وایستاد. منتها نکته هم عبارت از اینه که در اون موره، در اون دوره آدم هایی که واقعا می دیدن که این ماجرا خطرناکه خیلی کم بودن. مثلا همین الان یه مقاله از شاملو رو در سایت راهکارگر گذاشتم رفقای ما که در همون 6 ماه اول دقیقاً بله ماجرای قبل از این مدرسه مؤسسه خبرگان و فلان و برمان تشکیل بشه و این داستان ها در دوره بازرگان و اینا که اونجا هشدار میده بابا این اصلا ماجراست. یعنی من یادمه که شاملو یکی از اولین کسانی بود که گفت خب این حساسیت شاملو خیلی درخشان بود، خیلی عالی بود. اصلا من یادمه که شاملو، یادمه در اون موقعی که خوشه رو در می آورد یه جایی از حتی بلشویک ها انتقاد کرد و اینها و گفت که حزب بلشویک خودش هم نادیده گرفت و اینها، چون خودم یادمه اون موقع خوندم اینو. زنده یاد حمید مؤمنی یکی از رفقای شهید فدایی هم موقع یه نامه نوشت، اون موقع دانشجوی اقتصاد بود حمید مؤمنی، تقریبا هم سن ما یکی کمی از من جوانتر بود و اینها، بعدا نامه نوشت به تیز که چیزه حالا به اصلا اینها را که می نویسی و فلان خفه شو وگرنه یه فرصت دیگری اگه بود به اصلا خلاص خفت می کردیم. مثلا حالا مضمونش رو به نقل به مضمون برم می کنم، اینو در خوشه به اصلا به خوشه نوشته بود و فلان و اینه به شام دو. یعنی واقعیت اینه که بل ذاتی و خباست و فلان نبود، در تفکر ما دموکراسی وجود نداشت. دقت میکنید همزنن از خودمون میارم که تا دیگران رو به قول معروف همون سوزنی به خود بزن تا جوالدوزی به دیگران بزنی خیلی بهتره که آدم خب مثلا حادثه جوادی هم مثلا متوجه نمیشد دیگه که باید جماعتره ها رو بلان رو بهمون. در واقع این یه چند چیزی مثلا که باعثی بهش توجه کرد و در واقع درسته که مثلا ها سید جوادی، خلیل ملکی، اونهایی که نیروی سومی بودن به نظام شوروی انتقاد داشتند و اینها، ولی خود اینها مثلا رفتن مثلا در حزبی که مثلا بقایی و فلان و بهمان هم کاسه شدن برای مدت حزب زحمت کشان و اینها، یا اون راه سومی که میگن یه نوع سوسیال دموکراسی فلان و اینها. از یه نظر جالب بود که دموکراسی و فلان رو بهمان رو میگفتن، ولی از یه طرف دیگه مثلا حتی مثلا خلیل ملکی آخرش رو مثلا با شاه هم ملاقات کرد و نمیدونم اونجا یه رهنمودهایی داد و فلان و بهمان جا این کار رو نکنید به واسطه علم و اینا نوشته شده دیگه. حالا چیزهایی که من میگم یعنی ادعاهای من نیست هستش، یعنی در مجموع فرهنگ دموکراتیک نداشتیم و ذهن دموکراتیک نداشتیم و اونهایی که واقعا پخته تر بودن هم غالبا نداشتن. میگم آدم هایی مثل احمد شاملو و اینها و البته کسان دیگری هم بودن، اینطوری نبود که حتی از لیبرال ها هم بودن. من یادمه که بعضی از لیبرال ها موقعی چون اعدام ها رو میکردن در به اصلاح مدرسه علوی و اینها، یه دی در همون موقع در روزنامه ها از لیبرال ها میگن تاکید میکنم از لیبرال ها
نوشتم آقا اینها بالاخره باید اینطوری که نمیشه که محاکمه درست حسابی بشه، بذارید مردم اطلاع پیدا کنن، فلان بکنن، بهمان بکنن. خب اون موقع که این حرف های همه چه مثلا من یادم جهانگیر افکاری یه چیزی نوشت از چپ های قدیم بود، یه از توده های قدیمی که بعدا هم مثلا نویسنده و مترجم خیلی شناخته شده یه در ایران. خب هر چه بکشن بهتره هستن از این کارا ما کردیم. یعنی از جاهای از جریان های مختلف نقل میکنم که حمل بر نشه که یکی رو دارم خراب بکنم و اینا. بله. در حال این اشتباهات رو خوبه بیاموزیم.